بر اساس آموزه‌های دینی و اعتقادی مردم ایران، ختم‌مشی و دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران یک دکترین کاملا دفاعی و مبتنی بر دفاع همه جانبه در برابر تهاجم است. از سوی دیگر، لازمه دسترسی و نیل به صلح پایدار آمادگی نیروهای مسلح و قدرت دفاعی آنهاست. نقش دفاع الان در کشور از مهمترین عوامل هست برای حفظ امنیت کشور. به دلیل خونسا کردن عملکرد دشمن در بخش آفند و در بخش تعرض به کشور، خب نیروی پدافند رو مستقل شکل گرفت تا بتواند روی پای خود در بحث های مختلف، در بحث تحقیقات، در بحث خودکفایی و در بحث ایجاد زیرساخت های مختلف، استفاده از تجربیات زمان جنگ که ما سیستم های موشکی مختلفی داشتیم، استفاده از اینها و تلفیق اون اطلاعات زمان جنگ با اطلاعات روز که الحمدلله به اون دستیابی پیدا کردیم، بتوانیم یک نیروی پدافند مستقل تحت عنوان قرارگاه پدافند هوایی آجا شکل بدیم که انشاءالله بتوانیم یک دفاع همه جانبه و یک دفاع کامل در کشور ما داشته باشیم. امروزه با توجه به ماهیت جنگ های نوین که غالبا نیروی هوایی خط اول تهاجم آن را تشکیل می دهد، پدافند به عنوان نوک پیکان دفاعی کشور همواره مورد توجه است و در برابر این برنامه که غالبا در دکترین نظامی کشورها جایگاه تثبیت شده ای دارد، یک تشکیلات مجزا و منسجم با حضور تمامی نیروهای دفاعی مورد نیاز است تا در موارد ضروری برای دفاع از کشور آماده باشد. یکی از اصول بسیار حساس و مهم در هر جنگی و یا در هر پدافندی اصل تحرک و اون اصل عدم غافلگیری هست. ما برابر دستورالعمل‌های صادره خودمون، برابر اون بخشنامه‌های ابلاغی که داریم، برای به اصطلاح جلوگیری از هر گونه غافلگیری معمولاً طرح‌هایی رو داریم که اون طرح‌ها رو تمرین می‌کنیم، آزمایش می‌کنیم تا انشالله اون به اصطلاح موبیلیتی خودمون، اون تحرک خودمون و اون سرعت عمل و انعکاس پدافندی خودمون رو در مواقع بحران بتونیم به نحو احسن داشته باشیم. الان به حمدالله با به وجود آوردن این نیروهای سرعتی و واکنش سریع، ما قادر هستیم که کلیه جنگ افزارهای پدافندی رو اهم از راداری، سایت‌های موشکی و مواضع توپخانه‌ای رو در اسرع وقت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در بدترین شرایط شب و روز ما میتونیم اینها رو در محل‌هایی که از پیش تعیین میشه ببریم مستقر بکنیم و بعد از اتمام مأموریت به محل‌های دیگه ببریم. این نقش در سیستم دفاعی کشور ما و در میان نیروهای مسلح بر عهده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا است. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برابر اوامر فرماندهی معظم و معزز کل قوا در سال 87 تشکیل گردید و این قرارگاه مسئولیت امنیت فضای کشور رو به طور کلی در ارتباط با مقابله با تهدیدات خارجی به عهده داره و وظیفه داره که با بهره‌گیری از کلیه امکانات پدافندی نیروهای مسلح، هم از اون امکاناتی که در اختیار و تحت تابعیت قرارگاه پدافند هوایی هست و یا تجهیزات پدافندی که در نیروهای مسلح، هم از ارتش، سپاه، بسیج و یا نیروی انتظامی در ابعاد زمینی و دریایی هوایی وجود داره، اینها رو تحت کنترل عملیاتی خودش داشته باشه. پدافند هوایی یک نیروی تازه جدا شده از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، اما یک نیروی جدید نیست، یک نیروی قدیمی است با سابقه دیرینه.
در صورت تعرض احتمالی به حریم آسمان کشور، اولین جایگاه دفاعی و خاکریز مقابله با دشمن قرارگاه پدافند هوایی خواهد بود که با تفکیک تخصصی و ارتقای توان رزمی جهت پدافند هوایی باید توان دفع حملات دشمن را داشته و ضربات کاری بر پیکره ماشین نظامی مهاجمین احتمالی وارد کند. زیرا وظیفه سازمانی پدافند تا قبل از انقلاب اسلامی تنها حفاظت و حمایت از مناطق حیاتی و پایگاه‌های هوایی کشور بود، اما طی سالیان دفاع مقدس و دوران پس از آن تمامی گستره آسمان کشور تحت چتر حمایتی نیروهای همیشه بیدار پدافند قرار گرفته و با همکاری تمامی نیروهای مسلح از جمله ارتش و سپاه تمامی توان دفاعی و ظرفیت‌های نظامی موجود در اختیار سیستم پدافند قرار می‌گیرد. اولین و مهمترین تأثیر در تحرک بالای قرارگاه است. وقتی که تحرک بالا بره، دفاع در عمق رو بسیار با شدت بالا میتونیم داشته باشیم و دفاع در عمق باعث میشه که ما نیروهای فرامنطقی رو بتونیم قبل از اینکه به لجمن یا همون خطوط مرزی ما برسن انشاءالله در خاک خودشون سرنگون کنیم. امروزه و در رزم‌های هوایی سیستم‌های آفندی بسیار قدرتمندی در اختیار کشورهای مختلف قرار گرفته که این شرایط ضرورت بکارگیری سامانه‌های قدرتمند پدافندی و حتی ارتقای توان رزمی بر اساس مؤلفه‌های جنگ ناهمگون و دسترسی به مؤلفه‌های سرعت، حجم قدرتمند آتش، تحرک و پنهانکاری را اجتناب ناپذیر می‌کند. به عبارتی به میزانی که تسلیحات هوایی در واقع در دنیا داره رشد می‌کنه و از اون به عنوان تسلیحات رو به رشد یاد میشه، اهم از هواپیماهای بمب افکن سبک و سنگین و استراتژیک، هواپیماهای جنگ الکترونیک، هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای فرماندهی و کنترل، هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های کروز، سلاح‌های هوا به زمین و و و جزء تسلیحاتی است که امروزه به عنوان تسلیحات رو به رشد از اون یاد میشه. ما به همین میزان که در واقع داره تسلیحات آفندی داره رشد میکنه، به همین میزان هم بایستی پدافند هواییمون رو در دستور کار قرار بدیم، اون رو در واقع توسعه بدیم، اون رو تعمیر ببخشیم. و امروز با استقلال پدافند به عنوان یک نیروی منسجم و متشکل از سیستم‌های قدرتمند ارتش و سپاه، تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری در دفاع هوایی را به صورت یک پارچه بر عهده دارند تا علاوه بر ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح در این بخش، زمینه توسعه روزافزون و تقویت زمینه‌های آرامش در کشور فراهم شود. Thank you.